ساعته خانم. اینم آخر خط. بلیت من دو سر است. چی رو دو سر است؟ برو خونتون تا کسی نیدته. خیلی خوب. به سلام. چونم؟ به خدا اصلا دلم نمیخواد برم. خدا منم دلم نمیخواد، ولی چه میشه کرد؟ من که از دیدن سیر نمیشم. وقتی پیش تو هم مثل که ساعت تونتر میزنه. این ساعت قلب من، اما عیبی نداره، پرش رفته، کمش مونده. پس یادتی قولی که دادی؟ خیال راحت باشه، برو عیزم. ریزو نمیتونم ازت دل بکنم. ای بابا، حالا تو برو، قول میدم تا آخر عمر ور دلت باشم، اینقدر که دلتو بزنه. درزم رو تو بگیر، خوش ندارم کستوی نامحرم صورتتو ببینم. چشم. ای بلا تو برو نوچرتم. سرورمی. تو چجور ننی هست؟ الهی بگم ننی، پیر شیشستم له شد. بای 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 قربونه شخصت برم با بقیه انگوشتت. ننه جون، رضا به قربونه، بیا و قال این قضیه رو بکن. یه خود دندون رو جگر بذار مادر، هرکی ندونه خیال میکنه تو زن ندیده. سب کن، تا به هم قول ندی دست از دومنت بر نمیدارم. باشه قول میدم، حالا راضی شدی؟ قربونه تو مادر برم، من دورت بگیرم. خدا نکنه مادر، دلم میخواد بره پیشش با اون زبون خوشت بابام راضی کنی. دست توه وا. خیلی خوب باشه. باشه وردینه نگم سفارشت دوغم نمیکنم. خاطر جمع باشه مادر، تا برگردی خودم این قندارو با دندونام وسط میشکنم. نگاه نمیخواد الان برمیگردم. دندون واسه ما نمونده، بس که در پپسی وا کردیم. رضا چی میگو؟ همون خواهش همیشه کش. ای بابا نفسش از جای گرم در میاد. با حرفا میزنی ها؟ آخه ما سلامتی پسری داریم، آرزوی داریم. آخه اون حالا واسهش خیلی زوده. بابا چه حرفا، خودت یادت رفته چند سالت بود که منو از بابای خدا بیامرزم خواستگاری کردی؟ اون وقتا با حالا خیلی فرق داره کبرا جون. نون یه من یک قرون بود، تخمم و ده تا یه شی، با دست خالی که نمیشه زن آورد. ببین علی آقا، صد دفعه گفتم بازم میگم، میخوام تا زندم عروسی پسرمو ببینم. هر طور شده باید دست فاطمه بذاری تو دست رضا. قربونت برم، ما که یه پسر بیشتر نداریم. برفرض که من با عروسیش موافقت کردم، غیر سرمایه دکونه چقدر پول داره؟ آخه تو که میدونی اون فعلا دست و بالش خالیه، مادر مرده. پس با جیب خالی میخواد دختر مردمو بیاره. خدا زنده بذاره شما رو. از قدیم گفتن شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست، به شرط اون که پسر رو پدر کند داماد. منظورت اینه که خرج و مخارج عروسی رو من باید بدم؟ بله، افتخارش مال توی، خوشبختیش هم مال پسر. زن بگو ایشالله کار چهل رو جلو میفته، بگو ایشالله. دیگه پیش فشار میده که دو تا چسبیده. ای آمازا بنال ببینم. نفهمیدم چی گفتی؟ بنال ببینم. بنال ببینم دیگه چی سیغه یه؟ باز حرف دهنت نجویده گفتی؟ یه مگه من مریضم که بنالم؟ قباعت داره، خجالت داره. آخه دامادی گفتم، زنبرادری گفتم، بی بی نمره گاجمه، نکنه میخوای عقد نکرده با هم بزنی؟ آره بازه که شروع کردی آتقی، خدا به حق علی اون روزو نیاره. فاتی جون منه. آها فاتی جان منه. پسر جان فاتی اگه جان تو بود که الان توی ترت بود. آخه این روزو فردایی تو منه کشته بود، خدا من نمیدنم چی بکنم. آه تو چه عجله داری، مگه نماز پر فرصه در رو چی کنی؟ پس کی آخه کی؟ هر وقت بابام را بیفته. بابای تو که خیلی وقت را افتاده قربان، بگو هر وقتی دستی جیبش بکند. بایلا باید کانگورازی میکنه که چاته پیچه شلسیف کردن که خرج عروسی در نمیاد. راستا خرج عروسی که خدا میده. بله خدا با آدم میده، ولی کمر آدم دولا میکنه تا بدد. به جان من دام آدمان، مردم حرف در میارن، من میترسم. میترسم از تو چپنهان، خواهر من ولکون نیست.
اصلا من نمیدنم چی تو رو میخواد. خوشگلی چشمه تو میشکیه؟ تر خوب میزنی؟ باز اگه مثل داداشش خوشگل بودی باز یه چیزی. اما حقا که دامادی به تو برازنده است و بس. فقط تو باید داماد تری تام جوز بشی بخودا. آتاقه بنال ببینم جون برادر زنم نمیذارم خوار به پای فاتی بره. اینگی خود من میدانم. تو بگو کی دیلم به دین بوارم این دزی. خب بابا دوماه که زدن نداره داماد. خدا الهی از اون دهن تو بشنود. الهی که من قد و بالای تو داماد به نظم بخوده. چشم نکن علی آقا، خدا وسیله سازه. 20,000 تومان که شوخی نیست حیدر آقا. رضا و مادرش خیال میکنن لودر مال منه. دیگه نمیدونن که من کارگر مردم هم. چون هم به خیلی در پیشه خدا میرسونه. باز یه فکری کن، هر طور شده باز این پولو جور کنم. ایشالله علی آقا یادم نکرده یه وقت توبت رو نشکنی و دوباره بری دنبال کارهای قاچا. بالاخره یه دری به رود وا میشه. علی پلنگ دوست قدیمی تو کجا اینجا کجا؟ چه عجب یاد ما کردی؟ او الان آقا رو ببینم. تو که دور این کار خیت کشیده بودی برگشتا. حتما آقا از دیدنه خیلی خوشحال میشه. بیبریم تو؟ را گم کردی علی پلنگ. الان سال هاست که نگیدم. درسته؟ بله درسته. ساز تو بزن. پسرم میخواد عروسی کنه. بسر خاطر پول آمدی. خب چرا میخواد؟ ۲۰,۰۰۰ تومان. این روزا خیلی مشکل شده. پای جون در میونم. کمتر آدمایی برنده میشن. به خاطر عروسی پسرم برای هر کاری حاضرم. علی پلنگ هنوز پیر نشده قادر خواهم. تو خیلی زود تصمیم میگیری آقا. تا چنور داغه باید میچکس بود؟ هیچ وقت نتونستم با خواستای تو مخالفت کنم آقا. برای اینکه تو عاشقم. اگه تو رو نداشتم چی داشتم؟ میخوام که من میده هری بگم موقع که این بگر حسین میشه مردم باید به هم بچسپن که خودش کجا رفت؟ گفت یکی دو روز شهر نیستم. تا شما مقدماتو جور کنین منم اومدم.
آخه مادر جون خودت که میدونی باید ساعت هم خوب باشه. آلا جان ساعت ها این روزا 24 ساعت عقب هست. تمام ساعت ها خوب و عالی و سعید و میمون و گربون شغل و همه چیزه. حالا خواهش میکنم به سلامتی برادر عروس که خود بنده باشم یک کف مرتب بزنیم. خواهش میکنم ها ساعت کاملا سعید باشه. من دیگه واسه این کار پیر شدم.
آره؟ نظر قاتل غیر از اینه. اون یه خدا تیزتر است و آدمی نیافریده. خب جنسا رو بده ببرم، منتظرم. جنسا به باد را. شوخی رو بذار کنار. خیلی هم جدیه. جواب قادر چی میدی؟ باش بگو فقط یه اشتباه بارسه این کار شد، جنسه رو به باد دارم. یه اشتباه؟ چرا خودت بهش نمیگی؟ من کار دارم، تا اینجاشم دیر کردم. امروز 13 رجب باز خودم به قرون پسرم برسونم. به قادر بگو فردا میام و جریان مفصل براش میگم. صاحب کن، صاحب کن، صاحب کن، کجا داری میگی؟ شوهر کم پیدا میشه، یعنی اگه راستشو بخوایی مرد خوب نایاب سلامتیه برد زن شهرامت یک کف و مرکب و ازم به حضورتان حالا دلم میخواد به سلامتی زن برادر شاد آمدم یک کف مرتب کنم. لفتش میدم بابا، ما حاضریم، چرا شروع نمی کنی؟ بفرما جان واردر ببینم. بفرما قربان یالله، بفرما جانم واردر، بفرما دهنت شیری کن هرچی قربان سی شما انشالله. بفرما شاد آمدی چی کار کردی؟ شاد آمدم خوردین میسیگه؟ چرا شروع نمی کنین؟ گرمش کنین، بزنین، بلخونین، چرا وایسادین؟ بگو بزنن عروسی عذبا، خدا بزندر صبر بده. بابا بخشینا واردر عزیز دلم، یالله واردر قربان دست شما، بده به ایشان. چند تا ور میداری تو عوضی شیری میزغنه بزن مایلی سرد و صبح یه رو نه مالا لحق بکنن که آقا بابا تور سنه نه، ما اول میزغنه میزنیم بعد موضوعی حق در رو همین دستی شما دست که بده رو چشم رو بزن که میاد خدمت شو.
نفسش تمه میخواد جنسه رو بانه. استاد زدی اینقدر فریاد نزن، فشار خونت بالا میره. جهنم دیگه دارم خسته میشم. قبرستون خوراک ما رو مور شدن. یادت هست که گفتم ما در یه چهار دیواری زندگی میکنیم؟ ولی مثل این که من به بن‌بست رسیدم. خب بگو ببینم جیمز کجاست؟ من همه چیز رو به جواد گفتم.
ترسیده بودم، فکر میکردم منو تعقیب میکنم، بیشه خودم گفتم اگه جوری بیافتم همه تون گرفتار میشه. آره آره بابا، تا نکشتم اگونه تا حق بزن حق. منم باور نمی کنم، اینان باور نمی کنم. جنسی در کار نیست، حالا که اونا را از بین نمی بردن ممکن بود هممون گرفتار بشه. خودت گفتی که این روزا جرمش خیلی سنگینه. داری بچه گول می زنی؟ خانم جن تو کارم منی را می دوز علی آقا اومد بیلی خیلی گول آنی بسنی من بسشو بک کنی مگه؟ آی خواهر میگن اگه چیزی تو عروسی بیشکنه شگون نداره، نکنه عروس خوشبخت نشه. بندازیش دور اطراف خونش که کسی به حساب ما نذاره. مواظب باشین کسی متوجه شماها نشه. ببرینش خیلی زود زود باشین. بلندش کنید. باشه خیلی زوده. هرچی زور داشته باشم در مقابل تو تسلیم. تو همیشه موفقی. باش نمیتونم چرا اینقدر یا آقا دیر کرده، دلم شور میزنه. تو رو خدا یک بره دنبال شایدی برای سرش آمده. Oh, my God.
والا چرا؟ چرا باید بابامو بکشن؟ مگه اون چگونه ای کرده بود؟ تا اونجایی که یاد دارم آزارش به یه مرچم نرسیده بود. من از اول به دلم برات شده بود که این عروسی سر نمیگیره. میگم فتی جان یادت هست یارو چه شکلی بود؟ آدم بود، فرشته بود، دوز بود، آخه چجوری بود؟ نمیدونم، نمیدونم. فتی، فکر کن، بازم فکر کن. اون مردو قبلا جایی ندیده بودی؟ نه نه هیچ یادم نمیاد. اصلا یادت هست یارو چه شکلی بود؟ یه چیزی یادم اومد. اون روز اون روز صفاتی جان مرگ من جان داداشی دید سری نخی شدی من خودم برم دستگیرش بکنم بیار. اون روز هست من روشت پنجره دیدم علی آقا تو حیات با یه مرد صحبت میکرد. اگه بازم اومد و ببینی میشناسی؟ آقا رضا من اونو یه نظر دیدمش، شاید اگه بازم ببینمش بشناسمش. میگم قیافه یه مرده که چی شکلی بود؟ مثل همه. آخه مثل همه چی؟ هیچ نشانی نداشت. درست نمیدونم. ببینم فاتحه اون پیر بود یا جوان بود؟ درست نمیدونم. میگم آخه بلند بود، کوتاه بود، کچل بود، مودر بود، آدم بود، جانور بود، اولاغ بود، آخه چی بود؟ موهای بلندی داشت. اما چی؟ اون وقتی بابات حرف میزد مثل این که یه دستش چی؟ یه دستش چی؟ دستکش بود؟ منظورم اینه که این دستش نبود. میخوایی بگی اون مرد یه دستی بود؟ گاه ما زهید بوزغاله حالا او درستش کن. توی این شهر ایزرت آدم یه دست میدم شما یقی کیه بگیری قربان؟ پیداش میکنم، اگه تو دل شیر برم میکشمش بیرون. داماد عزیز شانس پیدا کردنش یک در هیزاره. واسه چی؟ واسه این که توی این شهر بیشتر از 10,000 تا آدم یک دست پیدا میشه. ما چیکار میتونیم بکنیم؟ ما شونو جلوی چش فاتی قطار میکنم تا اصلی پیدا شه. عجیبه، پیدا کردنش مشکل است. من گوش کن قربان تو برم من باشا آمدن ندارم. تصمیم بگیر را بیفت بریم. بابا چند دفعه بگم نبیاب شب جامعه گیر ازم آدم مزاحبی افتادی با. آخه چرا نمیاره؟ لگت به وقت خودت نزنی، شکم خرج داره. نبیاب دارم بسر کن، من همش 10 دقیقه با تو کار دارم. خانه خراب، 10 تومن میدم. آده 10 تومن نبیاب. خیلی خوب، 20 تومن میدم. همش 20 تومن. ها 20 تومن نبیخواب. کار من زود تمام میشه، همش 10 دقیقه طول میکشه. بیا همکار خودت را بیندازم، کار منه دی بابا. آقا جان، پدر جان، قربونت برم. نبیا بذار به کارمون برسی، بذار به کاذبیمون برسی. بدی در راه خدا ببره عاجز بدبخت بی نوا کمک کنی. عاجز بی نوای گردن کلوفت بی پدر، من که دارم به تو پول میدم، تو فقط 10 دقیقه با من بیا. 20 تومن بگیده قربان.
برو بابا بزایده که از رو کارم نزرو بده در راه خدا خانو بده آقا بده خدا رفت داره بیده دیشب جمعه این رحمت بکنه باشو برو بزه به کاسدیمون برسی حرف سیادی نزه من دیوانه نکنم خدا این شب جمعه ای طور مرد بده که من از دست تو راحت بشم بیا بابا دقیقه بیا بیشتومن بگی این کم گولی اگه عجمه صحبت نداره چیره صحبت نداره چیره منظورم اینه که صرف نداره آخه چیره صرف نداره ره بی پدر گامیش خیال میکنه گران خرید داره ای پدر خودتی هرچی بگی بیست دومن اگان که هر من بحله کسبم و ولده بی کن نگه کن آخه تو رو به خدا آدم ببین کجای آدم میسوزد ره خانه خرم تو خیال میکنی ول کنی چی میشه یکی دیگه بیاد شما باز میکنه بد باشه گدستک گداد زد دامادته بده در راه خدا بدبخت بیچاره و فقط اسمم یدالله گداد چهار دهنه مغازه دارم دو تا تریلی دارم که تو زاده احواز کار میکنه چهار دستگاه آپارتمان هم دارم که به خارجی ها اجاره دادم از همه اینا گذشته تازه حاج رعیب کاشی از من پول نزول میکنه خب اگه بکنید مستحق در ببخشید قربان ببخشید جناب آیا اون عزیز پس چرا آمدی گدایی میکنی بلند شو برو بچسب کار فلاحت و سراحت آخه عزیز و گدایی درآمدش بیشتره مرزه مالیاتم نداره و دوچار تورم نمیشود پس تو نمیای نه نمیای گفتم از جان من تو اگه بکنی آخ برادر مادر بابا خورزی وقتی بکنم اگر نیامدم بگل دست تو شروع باز نکردم پس از تو کم ترم سعیدی به من آجز کمک کنی سر جمع از به من کمک کنید کمکم کنید نگفتم داداش من که از اول بهت گفتم خودتو خسته نکن اونو با یه جره سقیلم نمیتونی از جاش تکون بدی صبح که تا خود غروب عین اون سیره چسبیده به دیواش اما تا چشش به زن میافته با آب لب و لجن سرازیر میشه تا دنبالش در و چند تا فوش آب دار نشتفه بر نمیگرده سر کار خب خانه خراب و خون این از اول با من میگفتی دی من پس این مرز زنه نداره ده آخه داداش من کیه که از زن برش بیاده ای بوری مگوری پدر سوخته باری کنده الان میرم خدمتش میرسم با خیاله ده باشه خانم اچی ببخشید دکتر خانم که جرز بکنم والا بند ماموریت دارم ثروت بی حسابی را بین آقایان گداهایی گی که سرس ندارن تقسیم بکنم ولی کنه نگاه کن ترازش را خسر آورده در میزم بکنه برا پایه بس کنم والا بله اجازه بفرمایید به قسم از بکنم گی آخه بی پدر مادر توی گداییم تقلب میکنی میری یا با اردنگی تو رو بدرقه بکنم ها یلا بازم بشک میرم بگم نامرده بیشرم آخه تو چی حقه باز ها با اون کله کچلت یلا بیر شو بینم یلا اینه نگاه کن آقای بزرگش تو چرا دست دفاز کردی ها بزنم توی سرت بگی سرت درش کسم نگاه کن این دست چولم چیه بس چی حقه چقدر تو بس گیده نگاه کن لب لوچه نگاه کن بیا بگیم دیر شو بینم یلا بزمجه لب لوچه اینه نگاه کن خب یالا وایسی توی سپینم یالا توی سپینم چی کار میکنم یالا یالا کورو شلو اصادر و اصدکش همه یالا یالا ببینم یالا تونتر یالا حالا با ترتیب بی کسی کاری توی سپای سین تا طرف بیاد ببینیم طرف کیه اون برا بیرم دستم ای اونم دستای تو عربای پدرت منظور اصلی من از سرمت نبود من میخواستم دوست اصلی رو پیدا کنم تو میبودم دور گیرم پیدا رفت خورمان رو قربم دست به دست پایی دست به دست پایی شلوغ نکنی روز بایسه باید کار من بکنم سر صدای علکی هم راه نمیدن دروز بایسه وقتی جان دروز نگاه کن ببین کدام یکی اینا هستن میخوام معرفی بکنم آقای فرانکشتن دروز نگاه کن نه این نیست یلا را بیو بینم آقای پنچرزاده همینه نه
اینم نیست؟ یلا را بیوبینم. آقای شطورزاده. نه. اینم نیست؟ یلا برو ببینم. آقای غازه‌گردن این چطور؟ نیست؟ برو ببینم. این که زدنی نیست باید وقتی بیچاره. یلا از خانواده سندرشتی. این نیست؟ نه. یلا برو ببینم. آقای لب لوچه آویزان از خانواده گامیش، این هست یا نه؟ پس کیه من این هرم؟ یلا بزن بچه بینم، یلا، یلا دیگه کسی نمده نکنه، خودم منم دیگه کسی. تو غلط میکنی، برای سینه تو ضرر داره. خربزه خورده آباد. چیه مرکی چه جاوری؟ شارزه؟ سلام مالیکم اتاقی. حال شما چطوره؟ تصفت دوکت. اینجا بینم. ببرم. در خدمتون قربان. این قصون سلموتور چیا بودن؟ والا از بس یکی یکی مردی یک تصاوردم خسته شدم. برای یهو بیارم خلاصه رفتم یه قصون رو برداشتم آوردم دیگه. خب نتیجه؟ نتیجه این که مردی یک دست اصلا پیدا نمیشه. همه دو تا دست دارن. میگی نه نگاه کن. بفرما حالا تماشا کن. اینم یه دست دیگه. میگی نه حالا شدم سه دست. درسته که تو یه دست داری. ولی من به قدرت تو اعتماد دارم. فقط احتیاط کن. وقتی جنس رو گرفتی پولو میدی. دیگه لازم به سفارش نیست. از جواد خیالت راحت راحت باشه قادر. ساعت بچه ها بیاییم. Thank you.
هر جا باشه پیداش میشه. که به دستور زنی به آهو کار میکنن، یه ده قاچاق چی؟ آهو الان کجاست؟ اونا همه با هم تو یه خونه زندگی میکنن، ولی آهو تصمیم گرفته فردا بره شمال. چه دشمنی با بابای من داشتن؟ بگو، حرف بزن، بگو. بابات سابق تو کار قاچاق بود، ولی کنار گذاشته بود. تا اینکه اومد پیش قادر رو گفت به پول احتیاج دارم، گفت میخوام واسه پسرم عروسی را بندازم. قادرم در مقابل اون پول ازش خواست که جنس رد کنه، اما اینطور که بابات میگفت بدشانسی میاره و تا
جنس رو به باد میده. قادر باور نکرد، خیال کرد جنس رو بالا کشیده، بعدم شکنجش داد. اینقدر شکنجش داد آدم کشم. میخوای دست رو دست بذارم همینطوری بشینم؟ تو مطمئنی که نایمده؟ بله قربان. خیانت، خیانت. جوادم حب به یاری رو زد. اگه پیداش کنم اون دست دیگشم قتل میکنم تا تام خیانت به قادر رو بچشه. تو داری هرس میخوری در حالی که جواد داره با پول جنس رو کیف میکنه. لا خفشا، هرچی میکشم از دست توه. اینا نتیجه کارای توه. پرونده همشونو میبندم. دیوانگی نکن. چی ره پرونده همشونو میبندی؟ میری خودتو بکشتن میدی. پدر تازه مرده ما عزاداریم. تو رو میکشن. ما دیگه این داغه نمیتونی تحمل بکنی. بکنه ریزا واسه خاطر ما. پدرم هم واسه خاطر ما، به خاطر عروسی ما جونشو از دست داد. تقیم تو بر نگشتم در رو به روشوان نمی کنی. اون یه دست حرومزاده است، ممکنه با کلک فرار بکنه. اطاعت میکنم، ولی این مردکه که من دیدم اگه اون یه دستم نداشته باشد فرار میکنه. قربان تو من میدونم چی زل زده ایست. هیچ غلطی نمیتونه بکنه. بی خیالش. لباس ها کجاست؟ لباس ها. اون لباس رو بذاشتم بالای کمد تو همون فلاستیق. ای آجان دوباره اون لباس ماسه رو نبری کسی بکنیم. من تمیز بکنش نیستم. بگویم کدوم لباس رو میگه؟ اما لباس هایی که موتور سوار های کل خراب میپوشن و سوار ماشین میشن راه میرن. این میخواد با اون لباس ها بر اونجا بزنه پدر اونا رو در بیاره. اون با خیال کنن که این یارو از کره بوشخا برنده آمده. عجب گله ای داره. کجا؟ چمدون میبندی؟ بهتره یه مدتی کاراتو به تنهایی انجام بدی. کجا بخیره؟ شمال. قبلا که بهت گفته بودم میخوام برم شمال استراحت کنم. اصلا این چمیدونو بذار تو ماشین. Thank you.
شد آقا، تقصیر خودتون بود. این پام درد میگیره، گاهی اوقات اینجا آره بود. آخه اینا به هم کمک میکنه. یه دفعه درد میره اون تو، یه دفعه از اون تو درد میاد میره اون تو. وای 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 آخش جای خوبی اینجا. مردم این بار داره جمعه چطوری؟ یه کمی بهتر. حالا بهترم میشی، همینجا استراحت کن تا من برگردم. سوزم سفر خوش گذر. چی از دست من ناراحتی؟ ناراحتی نیم چه تأثیری به حال تو داره؟ این حرف نزن، تمام زندگی من به تو ارتباط داره. اگه گاهی عصبانی میشم معذرت میخوام. تو خودتو بذار جای من، اگه پشت سر هم بد بیاری چه حالی میشی؟ اون از علی، اینم از جواد، انگار آب شده رفته توی زمین. همش تأثیر خودته، در انتخاب اشخاص دقت نمی کنی. من تمام اختیارات رو به تو میسپارم، خودت تصمیم بگی. پس بذار یه خبر خوشی بهت بدم. تو این سفر به مردی برخوردم که نظیر نداره، به خاطر پول هر کاری میکنه، حتی قتل. کجا میتونم ببینمش؟ فردا قراره با تو آشناش کنم. کسی را که تو انتخاب کنی انگار من کردم. خب حالا میخوای چیکار کنی؟ من میخوام جواد رو آزاد کنم. مگه اون کفتر تو میخوای بری اون آزاد بکنی؟
اون مرده که یه قاچاقچی قاتل آدم کشت تو چرا نمیخوای بفهمی آقا دست دوباره قول دادم اگه حرفاش درباره دار دستش درست باشه آزادش کنم برو آزاد کن تو اچل میفتی با ماشی من باید تشخیص بدم که دادم خیلی خوب تشخیص بدی جنم بدی تو چرا تونستی موفق بشی فعلا میخوام باشون همکاری کنم بی بی آخه آدم چجوری حرف نزند قهور جان من اگه حرف نزنم دیل من میترکد آخه تو چجوری میخوای بری با اون حرف بزنی حرف دیگه بابا تو مغز باشی عباس آباد خوردی بخودا چاره ای نداشتم من نمیتونم دست رو دست بذارم و قاتل بابام راست راست بگرده و به ریش من بخنده کلید بده من بده من کلید با چیگی نکن اگه رزم میری اونجایی که عرب میانداخته دستی که عرب آجمی بود تو نمیرسد قبول کن دفتم کلیده بده به من بش بده بیا بابا اصلا با من چی مربوطر کلی دلت میخواد بکن چپ گرفتاری شدم با خدا شیطانه میگه بلنشم برم یه کاری بکنم چی کار میخوای بکنی داداش چی کار دارم بکنم یه چایی میخوام بخورم میتونی بری تو آزادی آزادم چرا پشیمون شدی نه میخوام بری پی کاره مگه نگفتی وقتی آزاد بشی دنبال کسب و کار حلال میری چرا خیلی خوب رابیت آخا یک سالت میکردم بعد آزادت میکردم بری یلا مزا بچه یلا برو دی پر رو اگر من جایی تو بودم و مثل شغل چرده سپا میزدم با چک فهمیدی؟ چی میخوای؟ منو پیش خودتون نگه دار ما رسپونه خوشش میدم و سلاخشم سبز میشد منو نگه دار بس دیگه آتاقی خب بس چی میخوای اینجا نبود؟ واسه اینکه اگه برم هر طور شده منو پیدا میکنن و حسابامو میرسن آخه من نمیخوام به سرنوشت اون بند خدا بابا دوچار شم بله نان مفت به تو ساخته نان اینجا آب و حوز اینجا کجا بری بهتر از اینجا بذارشی بمونم تا عمر دارم نوکرت میشم باشه با شرطی که آفتابی نشی همینجا بمونی حرف نمیت گفتم بکن خاطر نم باشه آقا رزا اینجا تکون نمیخورم او چی میگی آقا رزا جنی نگی اینجا بخد با من هر روز میخد دوش میگیره بست دیگه آتقه رزا مواظب خودت باش نمیدونم چرا دلم شور میزنه دیگه آب از تن ما گذشته برو خیالت راحت باشه ازت ممنونم آقا رضا ممنونم نترس نترس اگر این آقا رضا است که یه زنم برای تو میگیره نترس جنم بفرما بایسا اینجا میزنم تو سرتا سگ دست منم که زنگتر از تو نیستم بایسا عقب سرم من بیار خسی رو نایمد نیت نگفتم من نیومدیم تعارف تیکه پاره کنی آفرین آفرین مثل این که آخو بهت گفته من یک کم بود دارم بله خدا شفاعتون بده خوفم حالا تو حکم پاهای منو داری میخوام به کارای من سر و سامون بدی نمیدونم آخه شما ما رو قبول داری شاید این خانم تعارف کرده باشه من حقیقتو گفتم بسیار خوب کار ما چیه؟ اولین قدم پیدا کردن این عکس مرده یا زنده؟ زنده باشه همینا کجا؟ خیلی خوب موفق باشی آزو ما موفق شدیم خوشم اومد خیلی تیز و باز اومده
جواد کجاست؟ لب دو سیاحت کن، اون آشش هنوز اونجاست. بریم خودشه. مفرد دنبال من بیاری، وای به حالتون اگه دست از با خطا کنی. باش. پلیس باشه، چرا جفت کردین ترسوی بزدل؟ به شما هم میگن آدم حیفه نادر. سرکار جو کما سرکار جو عیسه دروز. گوش کنین حیفه نونا، همینجا منتظر باشین تا من صداتون کنم. باشه. وایسه سر جا وایسه ببینم چه خبر آقا جان، چه خبرته؟ چی شده؟ آره جلبینم رو باشه دست تو برزیم سادون خدا تو رو زلیل بکنی نایی که خیلی زمین زمینی چه خبر بگیم که زمینی لباس که نوانه برم و جلب سرمان بگویم که چه دست گولی باب دادم الان. واگلی مثل تو هیچ گولی برای من ارزش نداره. بیش جلا آوردمش صاحب عکسو. یلا اون هفتی رو بده من، میخوام خودم حسابش بسیم. نه حیف از این دستای قشنگیست که با آتیش بازی کنه، بذارینش بخته. نامرد خستگی راه با کشتن تو از پنم در میارم. زود باش وصیتتو بکن. نه زود باش تا خالی نکرده. نه این کار نکن، خواهش میکنم جلوشم بگیرید. میگه چی از جونم میخواهید آزادم کنین؟ قول میدم لال بشم. آفه خوشا، آدم در مقابل گرج باید گرج باشه، ولی یه فرصت بهت میدم که بتونی خودتو نجات بدی. ده شماره میشمارم، تو این ده شماره فرصت داری که فرار بکنی. اگر نتونی فرار کنی پات بلرزه، هدف قرارت میدم و میکشمت. اینم بدون که برد دید من بیشتر اونیه که تو فکر میکنی. خیلی خوب، حالا میشمارم. یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت و هشت، نه. ببرن سر به نیسش کنم. نه داستانه تو آخرش نخوندی. این ریز و درشته که دوره برای شما ممکنه از من خوششون نیاد، کار دست ما بدن. من خودم ترتیب کار رو میدم. خب ممکنه اون توی چون ماشینه به ما بدی. این باهوشی خوبیت خودتون مادم زهره. جناب رو باش. خوشو بیا پایین، حالا همه میگن مرده زنده شد. بیا پایین ببینم. برو تو خرابه قایم شد تا بیام ببرمت. برو بیام.
خوشه آمدی قهرمان. به افتخار جشن کوچیکی ترتیب دادم بیشی. راضی از زحمت شما نبودم. قهرمان از سیاهکار امروز خیلی خوشم اومد. خب چه بلایی سر جسد جواد آوردی؟ طوری سربنیستش کردم که اگه هزار سال دنبالش بگردن امکان نداره پیداش بکنم. نشونه گیرین مرکه بود. تیر اندازی را از کجا یاد گرفتی؟ تو خدمت سربازی. باید اصله شناس خیلی خوبی باشید. ای کم و بیش. آره. خیلی دلم بخواد اصله تو که اینقدر برد داره از نزدیک ببینم. اصله تو ماشین جا گذاشتم. الان میرم میارمش. آخه نکردم. تو خیال کردی من بعد از 40 سال گدایی شب جمعه رو گم میکنم؟ فرق صدای فشنگ گلابی رو با فشنگ اصلی تشخیص نمیدم؟ اجازه بدیم برم بیارمش بعد قضاوت کنیم. زمانی از اینجا میری که جنازت رو ببرن، همونطور که جنازه پدرت علی پلنگ رو بردن. ولی من حقیقت رو بردن. حالا من حقیقت رو بردنشون میدم. جواده بیارین. اینطوری آدم رو لو میدن. خلاص کنین. اینم نتیجه تمام خیانت ها و خدمت ها. باور کن من میتخصیرم. میتخصیر میدونی چرا؟ بعد از دفتر تو از خرابه من رو بردم اینجا نزا Ya demiş.
بدون که